ترور در بن، رمانی مستند درباره زندگی و مرگ فریدون فرخزاد، نویسنده میرزا آقا عسکری مانی، ناشر استرونوس در آلمان، گوینده میترا رشیدی. برنامه از رادیو مانی. کمیته عملیات ویژه، دهه 1990. کمیته عملیات ویژه در تهران را رفسنجانی رئیس جمهور، دکتر علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه، علی خامنه ای رهبر دینی کشور، علی اکبر فلاحیان حاکم شرع و دادستان تهران و وزیر مخوف وزارت اطلاعات تشکیل می دادن. این کمیته لیست کسانی را که باید به قتل می رسیدند و توسط سرویس های جاسوسی و اطلاعاتی رژیم تهیه می شد بررسی و فرمان قتل را صادر و برای اجرا به شعبه فرنگی کاران میداد. سفارتخانه های رژیم در اروپا پوشش و پشتیبانی عملیات را با استفاده از پوشش ها و مسئولیت های حمل و نقل دیپلماتیک به عهده داشتند. آنها امکانات لازم برای اجرای عملیات ترور را فراهم می کردند. چمدان‌ها و بارهای سفارتخانه‌ها، سفیران و دیپلمات‌ها طبق قوانین بین‌المللی نباید گشوده و بازرسی شوند. گروهی از ماموران اطلاعاتی و امنیتی آدمکش‌های حرفه‌ای و جاسوس‌های بی‌رحم و مخوفی بودند که با عناوین دیپلماتیک و پاسپورت‌های سفارتی در سفارتخانه‌های رژیم آیت الله‌ها در اروپا جای گرفته بودند. گروه های ضربت و ترور زیر پوشش های بسیار عادی در اروپای شرقی و غربی به سر می بردند. آنها گوش به زنگ دریافت فرمان برای انجام مأموریت های ترور از تهران بودند. فرخزاد چای را دم کرد، استکانها را آماده گذاشت، قندان کوچک را پر از قند کرد و در کنار استکانها جای داد. روبروی تلویزیون کوچکش روی مبل نشست و منتظر فرارسیدن ساعتی شد که باید به ایستگاه قطار در بن برود و مهمانان عزیزش را به خانه بیاورد. عکس خواهرش فروغ فرخزاد، نامدارترین شاعر زن ایران، روی قفسه سمت چپ تلویزیون با نگاهی عمیق و غمگین به مهربانترین برادرش نگاه میکرد. روی همین قفسه کتاب تصویر رستم، دومین فرزند فریدون که در 6 سالگی مرده بود، با لبخندی ابدی به پدر تبعیدی و در به درش می نگریست. نخستین کودک او اوفلیا هم در خورد سالی مرده بود. رستم فرخزاد، نام فرزند مشترک فریدون و آنیا،
و نام فرمانده سپاه امپراتوری ساسانی در نبردهای ایرانیان در هجوم لشکر مسلمانان عرب بود. فرماندهی که در واپسین جنگ پایداری در 1400 سال پیش از اعراب شکست خورد و خود نیز در راه دفاع از کشورش در همان جنگ در جلولا یا نهاوند کشته شد. آنیا همسر سابق و آلمانی فریدون، هنرپیشه، شاعر و برنامه ساز رادیو در جنوب این کشور بود. او چند سال پس از ازدواج با فریدون و به دنیا آوردن رستم از فریدون جدا شده بود. پوران فرخزاد میگوید یادت هست وقتی تنها پسرت به دنیا آمد در گوشی تلفن به من چه گفتی؟ گفتی اسمش را به یاد فردوسی و شاهنامه و زال میگذارم رستم. چطوره؟ وقتی بزرگ شود میشود رستم فرخزاد. کتاب‌های سیاسی و ادبی فریدون در دو قفسه کوتاه در دو سوی تلویزیون را پر کردند. عکس مادر فریدون در قابی کلاسیک و ارزان قیمت به نقطه‌ای نامعلومی در اتاق نخستین پسرش فریدون می‌نگرد. شعاعی از آفتاب نسبتاً داغ بر بخش از قفسه کتاب می‌تابد تا به فریدون بفهماند زمان رسیدن مهمانان نزدیک می شود. فریدون از خانه بیرون می رود. خود را با تراموا به ایستگاه قطار می رساند و چشم به راه ترنی می ماند که قرار است تروریست های اسلامی رژیم با آن سر برسند. تروریست هایی که فرخزاد با همه هوش و تجربهش از شناخت هویت واقعی آنها ناتوان مانده و آنان را مهمانان عزیزی می داند که قرار است بیایند و امکاناتی را برای دیدار احتمالی او از ایران فراهم کنند. قطار از راه می رسد. مسافران که پیاده می شوند دو مرد سیاه موی و تیره پوست ایرانی را می شود در میان آنها دید. فریدون به پیشوازشان می رود. سلام می گوید. آنها را در آغوش می پشورد و می بوسد. هر سه به سوی ایستگاه می روند. سوار ترن می شوند. یکی از آنها در کنار و دیگری در برابر فریدون نشسته است. با فریدون خوشو بش می کنند. حالش را از او می پرسند و اینکه آیا کس دیگری هم در خانه هست یا تنها آن سه نفر با هم خواهند بود. فریدون متوجه نگاه های تیز و معناداری که آن دو با هم رد و بدل می کنند نیست. یک سر حرف می زند. می خندد و خوشحالیش را از دیدار آنها بر زبان می آورد. کمی بعد پیاده می شوند و فاصله کوتاه ایستگاه تراموا و آپارتمان فریدون را پیاده می روند. آن دو کوچه ها و خیابان های منتهی به خانه فریدون را با دقت برانداز می کنند. آنچه می بینند با نقشه و اطلاعاتی که تیم شناسایی برایشان تصویر کرده تطابق دارد. آنقدر دقیق که انگار بارها آن خیابانها را دیدند. به آپارتمان می رسند. وقتی شومن بلند قامت ایرانی کلید را در درب ساختمان شماره 62 در خیابان ماینز در شهر بون چرخاند، هرگز تصور نمی کرد که این واپسین باری است که وارد آپارتمان کوچک اجاره‌ایش می شود. وارد می شوند. فریدون در آپارتمان را پشت سر می بندد
و مهمانان عزیز، مهمانان عزیز از راه رسیدش را به اتاق کوچک، به اتاق کوچک پذیرایی راهنمایی می کند. کتاب حلیت المتقین را بست، روی میز کنار تختش گذاشت، دراز کشید و به فکر فرو رفت. هوای شامگاهی لندن سرد و مهالود بود. شاعر نمی توانست آن همه خرافات و مطالب مضحکی را که در آن کتاب خوانده بود باور کند. چگونه یک حکومت در پایان قرن بیستم می تواند از مردم ایران بخواهد برای انجام امور روزمره خود کتاب حلیت المتقین را چونان دستورالعملی به کار برند؟ علامه ملا محمد تقی مجلسی آن کتاب را در دوران حکومت شیعی صفویه در قرن 15 و 16 میلادی نوشته بود و برای هر امری در زندگی یک دستورالعمل شرعی تعیین کرده بود، از ناخن گرفتن تا واجبی گذاشتن، از همخوابگی با حیوانات تا نحوه معاشقه در شبهای هفته یا ساعتی از شبان روز، از نحوه رفتن به توالت تا حنا گذاشتن بر دست و پا، از نحوه خوابیدن تا نحوه حمام رفتن. فریدون که تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق سیاسی در آلمان به پایان برده و تز خود را درباره تأثیر عقاید مارکس بر کلیسا نوشته بود، نمی توانست ناهمزمانی حکومت اسلامی ایران با دنیای متمدن را باور کند. چگونه می شود نگاه گروه های وسیعی از ایرانیان مسلمان به زندگی هنوز مانند انسان‌های 14 قرن پیش باشد؟ بنیادگرایان ایرانی چگونه می‌توانند باورهای عرب‌ها در دوران بیابان‌نشینی را سر لوحه زندگی خود در آستانه سده 21 قرار دهند؟ چگونه است که بخش‌هایی از مردم ایران توانستند نگاه و زندگی خود را با جهان امروز و با زندگی مدرن هماهنگ و همراه کنند و در همان حال بخش‌های وسیع‌تر ایرانیان برای نجات از واپس‌ماندگی به عقب مانده‌ترین دیدگاه‌های دینی متوسل شده، از عقب مانده‌ترین روحانیان تقلید و پیروی می‌کنند؟ این دو گروه کاملا متضاد و ناهماهنگ چگونه در درون خانواده‌ای به نام ایران و ایرانی زندگی می‌کنند؟ سرانجام کدام یک از این دو گروه، از این دو نگاه، از این دو گونه زیستن می‌تواند به عنوان نرمی نهایی برای زندگی بر دیگری غلبه کند؟ اکنون و با حکومت دینی آیت الله ها این گذشته است که بر امروز حکومت می کند. باید برای پایان دادن به فرمان گذشته بر امروزیان و فرداییان باورهای نادرست را به باد انتقاد گرفت. باید مانند ولتر و پیشگامان فکری رنسانس فرانسوی تابوهای دینی را در هم شکست و تضادهای ناسازگار دین با جهان امروز را حل کرد. انجام چنین وظیفه‌ای
در کشورهای دین خوب و خرافاتی منجر به تباهی یا مرگ تابو شکن خواهد شد. اما برای درهم کوبیدن یک بنای کلنگی کهنه و کپک زده، یکی یا کسانی باید نخستین کلنگ ها را بر آن وارد کنند تا بتوان به جای آن بنای نو و سزاوار زندگی مدرن ساخت. برخاست. باید لباس می پوشید و آماده رفتن می شد. آن شب در آلبرت هال لندن به مناسبت نوروز ایرانی جشن بزرگی برپا بود. دوستش رضا فاضلی از هنرپیشه‌های سابق سینمای ایران از برپا کنندگان آن برنامه بود. فاضلی از فریدون فرخزاد دعوت کرده بود تا در آن شب آواز بخواند و با شادی نوروزی ایرانیان پرشماری را که به سالن خواهد آمد همراه گردد. رضا فاضلی از منتقدان رژیم اسلامی ایران است. او دوران تبعیدش را در لندن سپری می کرد. تروریست های اعزامی حکومت آیت الله ها برای کشتن او به محل کارش در لندن رفته بودند، اما در آن ساعت رضا در محل کارش نبود. پسرش بیژن فاضلی در مغازه‌ای که نیمی از آن به یک زن خیاط تعلق داشت به جای پدر نشسته بود. تروریست عرب به مغازه وارد می شود و در لحظه‌ای که بیژن و زن خیاط غافل بوده اند بمب را در مغازه جای می دهد و به سرعت از آنجا دور می شود. دقیقه بعد بمب منفجر می شود و فرزند جوان فاضلی در جا قطعه قطعه می شود. فریدون بار دیگر در آینه نگاهی به خودش انداخت و از اتاق بیرون رفت. آلبرت هال لندن، نوروز سال 1366 برابر با 1908. فرخزاد میگوید اولا که شبتون بخیر. اگر نوروز بود به شما میگفتم که عید شما مبارک، ولی هنوز مونده دیگه چند روزی، ولی فرقی نمیکنه. به هر جهت در یکی از این سالها سال مبارک خواهد شد و اوضاع جور دیگری خواهد شد. طبیعیه. دنیا نه اونجوری که بوده مونده، نه اینجوری که هست میمونه، نه اونجوری که بعد خواهد شد خواهد موند. همه چیز در حال تغییر و تحوله. من هم در حال تغییر و تحول هستم. 4 سال قبل برای اولین و آخرین بار به لندن اومدم روی صحنه. البته این همه جمعیت نبود. اون موقع سالن ما کوچکتر بود و حرفایی که من میزدم به دل همه نمینشست. من برنامه سیاسی اجرا میکردم به اتفاق سعید، اگه یادتون باشه. خب مردم زیاد علاقمند به این مسائل نبودن. خیلی زیاد میگفتن که ای بابا اصلا به تو چه؟ به ما چه؟ خب چی کار داری به این کارا؟ از لس آنجلس دیشب یه فیلم دیدم از یه آقای کمدین که خیلی دوست دارن مردم رو بخندونن.
ولی من گریم گرفت از این همه ابله بودن آدم ها که اسم خودشون را هنرمند میگذارن، که میگفتش که بله یه نفر نوار من رو پخش میکرد که سرباز فلان، بعد هم از دهن خمینی این حرف میاد بیرون، به تو چه؟ تو برو شب بود بیابان بوده تو بخون. نه راست میگن اونا که اونجا هستن، واقعا اینطور فکر میکنن. به من چه؟ به شما چه؟ فقط به اونا مربوطه که در زندگی خودشون غوطه ور باشند و در هزاران کیلومتر دور از ایران در عالم خیال دارن ایران رو دوباره میگیرن. البته میگیرن، همونجور که عمشون ایران رو از دست داد، خودشون ایران رو دوباره میگیرن. ولی مسائلی که من اون زمان مطرح میکردم مسائلی بود که از دلم بیرون میامد، مسائلی بود که صادقانه با مردم ایران در میون میذاشتم، و مسائلی که امشب مطرح میکنم همون مسائل هستن. ما درسته که نوروز رو جشن میگیریم، پایکوبی هم میکنیم، رقص هم میکنیم، آواز هم میخونیم، همه کار میکنیم، هر چی میگین درست میگین، ولی اون آدمی که اهل منطق و فکر و سیاست و اجتماع رو میشناسه میدونه که همیشه در هر کشوری در مقابل مذهب، نمیگم مذهب بد یا مذهب خوب، مذهب هم به خودی خود بد نیست، ما هستیم که همه چیز رو بد میکنیم، در مقابل مذهب ملیت رو قرار میدیم، در مقابل الله اکبر زنده باد ایران رو میذاریم، در مقابل عاشورا و تاسوعا عید نوروز رو میذاریم، چهارشنبه سوری رو میذاریم. این دیگه طبیعت بشره که اینجوری مقاومت ملی بکنه. نه به پایکوبی ربطی داره، نه به فساد اخلاقی ربطی داره، و به قول معروف گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. اینجا مردی است به نام رضا فاضلی که سعی میکنه مردم ایران رو با افکار و آثار استاد دهخدا آشنا بشن، و در همین راه بچهش رو از دست داد. عید نوروز زمانی است که ما همدیگر رو باید خیلی بیشتر دوست داشته باشیم. من که دوستتون دارم، زنها که عاشق من بودند همیشه، مردها هم با من خوب شدن. بعد از انقلاب مردها به من راضی شدن. بعد از اینکه این آقایون رو دیدن گفتن بابا خدا پدر فرخزاد رو بیامرزه. به رضا فاضلی گفتم رضا جون درسته که من شو اجرا میکنم، ولی خب دهن من و زبون من مسئله دیگریست، میتونم از اون حرفایی بزنم که میخوام؟ گفت آره عزیزم هرچی میخوایی بگو، چون هرچی میخوام بگم من به توضیح المسائل اشاره کوچکی میکنم. یک کتابی هست که اینهایی رو که میگم، اولا من امشب به هیچ وقت جوک نمیگم، یعنی چیزایی رو که میگم که جدی جدی تو کتاب نوشتم، مردم میخرند و میخونن و میخندن. شما نخوندید نخندید، من براتون میگم که چی توش نوشته. ملا محمد باقر مجلسی 5 قرن پیش نوشته که بر تمام مسلمانان، یعنی همه، واجب است که پزشکم هستن دیگه، بعد از خوردن غذا رو به قبله خوابیده و این انگشت خود را در خرخره نموده. این جملاته. آروغی جانانه زند تا غذا هضم گردد. حالا این تیکه رو تفسیر کنیم. من مثلا بیام لندن، توی این بدبختی، پاس پناهندگی، نمیدونم این بر و اون بر، بعد برم پمپ بنزین کار بگیرم، بعد یه بیگ مک بخورم وسط کنزینگتون های استریت، بخوابم کف خیابون، انگشتم رو بکنم تو گلوم، آروغی بزنم جانانه که غذا هضم بشه. اون چیزی که ما بدبخت ها این روزا میخوریم اصلا خود به خود حذف شده. قبلا ما داریم حذف شده یه مارگارت تاچر رو میخوریم، هم توی ایران هم توی اینجا. بماند اما حذف بشود. حالا قسمت دومش، حالا داستانیست نوشته که بر هر مسلمانی واجب است بعد از قضای حاجت. اصلا بیگ مک خوردن قضای حاجت نداره که. این انگشت در اینجا فرخزاد رو به تماشاچیانی می کند که در بالکن سالن نشستند و انگشت اشارش را به آنها نشان می دهد که مسلمونای اون بالا
به شما بگم این انگشت مال گلوتونه ها، عوضی نکنید ستون دین خراب میشه رو سرتون. این انگشت رو در روز چندین بار به خود نموده تا تطهیر کامل شود. حالا گوش کنید، اولا که چرا این انگشت مال گلوست، این انگشت مال اونجای آدمه، ما اینو نفهمیدیم. خدا پدر و مادرشون رو بیامرزه، توی این کتاب‌های اینا غیر از معده و پایین تنه چیز دیگه ای نیست، دستورات دینی آسمانی همش. اینجا و آنجا حالا بمونه، بعد کسی که از 5 سالگی بچه مسلمانه نوشته باید این کار رو بکنه. بچه مسلمان نوشته بچه 5 ساله از 5 سالگی انگشت، حالا اگه دست نداشت دایی جونش باید انگشت گنده خودشو بکنه. بعد تازه بزرگ میشه به جرم لواط مرتیکه رو اعدام میکنن. معلومه یارو اون کاره میشه وقتی روزی 100 دفعه انگشتشو بکنه به خودش. اما مگه میشه یه ملت رو، ملتی که حافظ و سعدی خونده، یه انگشت به دهنش، یه انگشت به ماتدش راه بره تو خیابونا؟ این دینه؟ این دستور دینیه؟ اینو آوردن تو ایران گذاشتن به جای فرهنگ سعدی، مولوی، حافظ. در این هنگام بعضی از حاضرین به عنوان اعتراض سوت میزنن. سوت نزنید، سوت نزنید، گریه باید بکنی بر احوال خودمون. شما در لندن در تئاتر آلبرت هارد نیازی به انگشتای من هم ندارید، خودتون ماشاءالله به همه انگشت میرسونید از طریق روزنامه ها و اعلامیه و فلان. ولی اونایی که تو ایران هستن به اون 40 میلیون باید گفت این مال بالاست، اون مال پایینه. حالا با این چیکار میشه کرد؟ من نمیدونم، ولی خب حتما برای اون چیزی پیدا میکنن. اما بماند، راجع به این کتاب حلیت المتقین من امشب با شما صحبت میکنم. در ضمن این کتاب هست توی لندن، بخرین بخونین تا ببینین که بر سر ملت ایران این نیومده که باغمون رو گرفتن. آخه بعضی وقتا میشنن و میگن، همچی میگن که آقا تمام این صندوق قباله خونه است، گرفتن، چی کار کنن؟ خوب کردن گرفتن. کسی که یه صندوق قباله خونه داره اما هیچ کس نمیگه سعدی رو گرفتن، حافظ رو گرفتن، مولوی رو گرفتن، فروغ فرخزاد، پروین اعتصامی، اینا رو گرفتن، کسی نمیگه، میگه ماشین بنزم رو گرفتن. آقا دوست آخون نداری پس بگیرم؟ بماند اینها، بعدن اشاره به این کتاب جالب میکنم. میخوام یه آواز بخونم براتون. ماها با هر طرز تفکر سیاسی یه چیز مشترک داریم، وطن مشترک، آب و خاک مشترک و فرهنگ مشترک. وطن ما ایرانه. من بچه که بودم بابام افسر بود، بعد میوه می آورد خونه زهرا، مردم می آوردن دیگه که زن و بچهشون بخورن، بعد ما فوری می دویدیم میوه ها رو می خوردیم. بعد مادرم می زد رو دست ما می گفت نخور، بچه که نتونه شکمشو نگه داره بزرگ بشه اونجاش هم نگه نمی داره. همین جوری هم شد، جدی میگم، واقعا همین جوری شد. ولی خوب فکر میکنم باباهای شما هم همین چیزها رو به شما گفته باشن. صدای خنده مردم بلند شد. همچین چیز خنده داری نیست. حالا این بماند، توی آلمان یک بوریس بکر بود تنیس بازی میکرد. تمام مردم آلمان ایستادن که بوریس بکر قهرمان رئیس جمهور رفت خم شد جلوی پسر 17 ساله و فلان. حالا ما که الحمدلله رئیس جمهور ندیدیم که جلوی ما خم بشه، اگرم میشد اتفاقا بد نبود. ولی خب نه، واقعا حیف انگشت اونا که الحمدلله یکیشون آبدار بوده، رؤسای جمهورشون یکی دیوونه بوده، یکیشون نمیدونم خمیرگیر بوده، یکیشون بنا بوده، رئیس مجلس ناموا بوده تو نجف. اون یکی ها بماند. با قصاب و عطار و بقال خوب بشید،
اینا ممکنه فردا رئیس جمهور ایران بشن. انقدر بد نباشید باهاشون. بماند. شنوندگان عزیز، فریدون فرخزاد این ابرمرد روشن فکر و شجاع رو در آلبرت هال لندن با چند هزار تماشاچی ترک میکنیم تا هفته آینده که برگردیم به آلبرت هال به دنباله صحبت‌های فرخزاد که باعث خشم گروهی متعصب مذهبی در این سالن شده گوش کنیم و سپاسگزار روشنگری‌های او باشیم.